سلام، من سینا ولی‌الله هستم با برنامه چند شنبه. همچنان برنامه چند شنبه در خدمت شما دوستان علاقه‌مندان هستم. خودم هم که همچنان سینا ولی‌الله، هیچ اسمم عوض نکردم. مثلا بذارم مثلا پیتر شاربیلوف، پیتر گونزالس به قول دوستان نذاشتم، همون سینا ولی‌الله هستم. هیچ تغییری در خودم، برنامه، محتوا، هیچی ایجاد نه. یه خورده گرافیک‌ها رو برای بچه‌ها، رنگ و لعابش رو بچه‌های گرافیک زحمت کشتن با مدیریت آقای وحید نگو عوض کردن که بسیار ازشون سپاس، دستبوسشون هم واقعا محبت کردن، ازشون سپاسگزارم. خیلی ممنون واقعا. خیلی خدمتتون عرض بکنم که دیگه بند رو عوض کردیم، بند نونوار. یه خورده برای بچه‌ها شبیه گروه داعش می‌بونن دیگه، به هر حال به علت انگار یه دختر رو هم گروگان گرفتم با خودش، اشکال نداره. حالا اون قضیه از بند قبلی تشکر میکنم، از یارا با هنر، بهترین ویالونیست، سریع‌ترین ویالونیست ایرانی. یه حالی هم به اینستاگرامش بدین، یه دیگه خجالتش در بیاریم یه جوری. حمید منادی اینستاگرامش، رضا حجت‌زاده عزیز که واقعا پیانیست توانمندی هست و همراه ما بود اینستاگرامش، و راد سلیمانی درامر خوبمون، اینستاگرام اونم یه حالی بهش بدین. میثاق رو هم که کلن همینجوری بهش حال بدین دیگه، چون به هر حال هست و آقل میکنم. میثاق در واقع از در استودیو وفادارتره و همیشه هست با ما. در استودیو ممکنه باز باشه و نباشه، بعضی وقت میثاق همیشه هست. خدمتتون عرض بکنم که برنامه همون محتوای قدیمی رو داره، اشاره کردم، همون برنامه طنز اجتماعی، فرهنگی، هنری، ادبی، با دید طنز، با دید شوخی به مسائله. هیچی عوض نشده، هیچ تغییری درش ایجاد نشده. ما همچنان شعارمون باید یاد بگیریم شوخی رو جدی نگیریم، ما باید یاد. هم با خدمتتون عرض بکنم که دوستان و عزیزانی که تازه به جمع ما پیوستن، یا دوستان و عزیزانی که واقعا به نیت یه برنامه آشپزی یا برنامه راز بقا یا حتی برنامه اخلاق در خانواده نشستن این برنامه رو نگاه کنم، باید خدمتتون عرض بکنم یک برنامه طنز انتقادی هست در رابطه با همون هیته هایی که عرض کردم خدمتتون. و اگر تمایل دارید برنامه راز بقا یا اخلاق در خانواده، چون دوستان تماس که حالا نه، همون از طریق کامنت و مسیج به ما گفته بودن که محبت کنید به جای اینقدر مسائل شوخی و نونوربازی و مسخره بازی، یه مقداری به مسائل اخلاقی هنرمندان توجه کنید و اونها رو برجسته کنید. خدمتتون عرض کنم اون یک برنامه دیگه است، اسم اون برنامه اخلاق در خانواده است، یه جا دیگه پخش میشه و شما میتونید اونجا برنامه رو دنبال بفرمایید. درست مثل که شما تشریف ببرید تو مطب دکتر، میگه آقای دکتر چرا اینجا رو نجاریش نمی‌کنی؟ ببین اونجا آقای دکتر یه راه بیشتر نداره، اون چکشره که میزنه سر زانو پاد اینجوری میشه، همون اون رو بزنه تو فرق سر، پرتت کنه از پنجره بیرون که دیگه دخالت تو کار دکتر نکنی، چون دکترها با کسی شوخی ندارند. یه قبلا تجربه. خدمتتون عرض بکنم که برنامه حالا یه نکته دیگه هم خدمتتون راجع به بند صحبت بند دوباره خواهش می‌کنم تشویق. خیلی از دوستان موزیک ویدیوهاشون رو، کارهاشون رو، موسیقی‌هاشون رو برای ما می‌فرستن و از ما می‌خوان که حالا به نوعی معرفیشون بکنیم. من تنها کاری که می‌تونم براتون انجام بدم و امیدوارم که در شأن شما دوستان علاقمندان و هنرمندان خوب کشورم باشه، اینه که این استیج رو من در اختیار شما قرار میدم. هر کدومتون کاری دارید، ویدیو کلیپی دارید، موسیقی دارید، توانایی در نوازندگی دارید، میتونید تشریف بیارید اینجا و به صورت زنده این کار خودتون رو اجرا بکنید. ما در برنامه که پخش میکنیم هیچ
این بخش رو هم به صورت یک ویدیو در وبسایت رادیو جوان که یکی از وبسایت‌های خیلی مطرح موزیک ایرانی هست به صورت مجزا آپلود می‌کنیم. پخش میشه که میتونن دوستان و علاقمندان بیشتری این اجرا و هنرنمایی شما رو ببینن. این تنها کاری که میتونم انجام بدم براتون. میتونید حالا ایمیل هم این زیر هست، میتونید آثار خودتون رو، کارهای خودتون رو، درخواستای خودتون رو برای ما ایمیل بفرمایید که حالا بعدا دیگه ترتیب بده، ترتیب حضور شما رو در برنامه روی استیج بدن. بله خدمتتون عرض بکنم که ما اینجا ترتیب همین در حد هیچ ولش کن. خدمتتون عرض بکنم که قسمت آخر فصل دوم یک تاثیر عمیقی در واقع در من گذاشته بود که من رو دچار یه استحاله روحی کرد، چون ما در برنامه آخر فصل دوم در رابطه با سوء استفاده و کلاهبرداری ها و سرقت های ادبی هنری و فرهنگی کشورمون صحبت کرده بودیم، گفتیم این مسئله کار درستی نیست، غلطه، ضربه میزنه به هنر کشورمون، به هنرمندای کشورمون و خیلی خیلی تاثیر گذاشته بود. از کجا فهمیدیم تاثیر گذاشته بود؟ از اینکه بعد از برنامه رفتیم کامنت ها رو خوندیم. این کامنت ها باعث شد من این یک قورباغه روی یک برگ نیلوفر روی مرداب بال در بیارم و به پرواز در بیارم. یعنی میشه اینقدر زیبا؟ دوستان اومده بودن نوشته بودن که جورابت چی میگه؟ جوراب رنگی موشیدی؟ جوراب رنگی با کچلوان موشنخه؟ جوراب اسمون رو که من بلد نیستی نمیده؟ کت داداشته؟ کت داداشته؟ کت چرا داره پاره میشه؟ خدمتتون عرض بکنم که بذارین از ته شروع بکنم، یعنی از جوراب، یا آره از همون جوراب شروع میکنم. محبت بکنید جوراب ها رو تقدیم حضور من بکنید. ممنونم که جوراب ها رو تقدیم حضورم کرد. ببینید اجازه بدید از اینجا شروع میکنم. این جورابی بود که من در اون برنامه پام بود. ببینید این جوراب با کروات من که اون هم در واقع سبز و نارنجی و خاکستری و آبی بود ست بود. من فکر میکردم جوراب اسپورت در واقع اینه. اجازه بدین من فکر میکردم این جوراب اسپورته، این جوراب هوله یا حالا دیگه ته تهش ببخشید فکر میکردم دیگه اینه جوراب اسپورت، این که تو فوتبال میپوشن. من نمیدونستم که اجازه بدین این جوراب هم جوراب اسپورت محسوب میشه. من چون آدم کوته فکریم دیگه، خدمتتون عرض بکنم که خیلی تقلید کورکورانه آدم رو واقعا نابود میکنه، به ورطه نابودی میکشه و این قضیه در من مصداق داشته. و اتفاقا اینه ببینید جوراب اسپورت اصلا به درد واقعا پوشیدن هم نمیخوره، چون میبینید اصلا نمیتونی ازش استفاده بهینه‌ای بکنی، نمیشه رو شونه انداخت. پس محبت بکنید ببینید جورابا رو ببرید. تمنا میکنم از حضور من خدمتتون عرض بکنم که من رفتم مثلا تو اینترنت گشتم ببینم چه جوری میتونم به روز باشم، به مد روز باشم. برای همین رفته بودم دیده بودم که مثلا کتای مثلا 4 دکمه یا 6 دکمه که یه مقدارم تنگتر هستش، مثلا یه تعدادی عکس دیده بودم کورکورانه اشتباه کردم و اونها رو فکر کردم اونا میخوان در واقع یک اطلاع رسانی از لحاظ مد بکنن. نگو نقشه‌ای داشتن. این جوراب‌های رنگی رو دیدم که با دیگه نمیدونم با کت و شلوار میپوشن و این در واقع یک تله بود. این جورابای رنگی که من فکر میکردم جوراب رنگی رو میشه با کرواتت ست کرد، یک تله بود. رابرت مرداک که فکر میکنم برادر روپرت مرداک بوده، اون چون میدونسته که این پا در واقع مادر بدن هست و مهمترین عضو بدنه، گفته بود با این جورابهای رنگی این مادر بدن رو به لجن بکشه و از این طریق بنیان من و خانواده من رو به ورطه نابودی و بلاهت و جهالت بکشونه. شما کارشناسان فشن، مد و لباس من رو از منجلاب جهالت بیرون کشتید و من الان روشن شدم. من الان روشن روشنم و واقعا ممنونم. خیلی از دوستان گفته بودن که چرا اینقدر به کامنت ها گیر میدی، چرا اینقدر به کامنت ها توجه میکنی. خب قربون اون شکلت برم عزیز دلم، درد و بلات. این کامنت ها در واقع تنها پل ارتباطی برنامه و مخاطبه، یعنی شما مخاطبین عزیز از طریق شبکه های اجتماعی با ما در ارتباطین، وگرنه
من کجا بفهمم که مثلا برنامه جذاب بوده، خوب بوده، خوب نبوده، مثلا کدوم بخشش مورد توجه بیشتر قرار گرفته، کدوم بخشش مثلا علاقه من اونقدر جذب نکرده، انتقادها پیشنهادن، اینا رو از کجا میتونم بفهمم؟ میدونم که این هم یکی از راهاشه. اون قسمت دیوار رو بیشتر بیشتر اضافه میکنیم، یا مثلا برنامه امشب خوب نبود. میدونم اینم یکی از راهاشه، ولی ما ترجیح میدیم که از اون راه سخت‌تر استفاده بکنیم. اونم اینه که از شما دوستان علاقمندان دعوت میکنیم تشریف بیارید روی صفحه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام، مثل فیسبوک، توییتر، و ما رو همراهی کنید. نظرات و انتقادات خودتون رو، چون بچه‌های ما توی بخش سوشال میدیا یا همون شبکه‌های اجتماعی تمام کامنت‌های شما رو بررسی می‌کنن. کامنت‌های مثبت، کامنت‌های منفی، انتقادها، پیشنهادها، نظرها، فوش‌ها، فوش‌های خیلی بد، فوش‌های همه رو جدا می‌کنن و همه اینا بررسی میشه. فکر نکنید خونده نمیشه، دیده نمیشه. همه بدون استثنا بررسی میشه و ما اهمیت میدیم به شما. برای همینم هم هست که ازتون دعوت می‌کنیم تشریف بیارین روی صفحه اینستاگرام یا فیسبوک یا توییتر همراه ما باشید. مطمئن باشین این قصه مثلا چشم و همچشمی با مثلا پری پلنگه یا مثلا کامران سیکس پکس مثلا نداریم در واقع. و خدمتتون عرض بکنم من همین الان هم برای اینکه خوراک برنامه هفته آینده بخش نتورکیجاتش رو که همون مطالب طنز شما دوستان هست رو هم تأمین بکنم، الان یک عکس 6x4 از خودم میگیرم. آقا خیلی مخلصیم و پست میکنم. شما هم محبت کنید، هم تشریف بیارین در خدمتتون باشیم، دم در بده، و هم اینکه مطالب طنز خودتون همون زیر محبت بفرمایید، یعنی کامیون باربری خالی بفرمایید که ما اینجا دیگه شروع کنیم به ساخت و ساز. 3 2 1 برو ببینم چی کار میکنی. خواهش میکنم تشویق بفرمایید. دوستان و عزیزان رو من در خدمت شما هستم در ادامه برنامه و امیدوارم که شما هم همراه ما باشید در همین ادامه. حکایت است روزی مریدان بر شیخ در آمدند و چون موسیقی گیم آف ترونز را شنیدند سر از پا نشناخته و شیخ را گفتند یا شیخ گیم آف ترونز ببینندی؟ سیزن جدیدندی؟ مجالی ده تا ما تخمه و تشکیلات بیاوردندی تا با هم چون کنیم. شیخ خنده ریزی فرمودند و مریدان برفتند و با بوغ و کرنا و تخمه بازگشتند و چون بر تلویزیون نشستندی سخت برآشفتند. رب گوجه طهوران دارای نشان استاندارد. کپی رایت که کشک است، انقدر این موسیقی را بر هر چیز بی ربطی استفاده کنند تا بران. مریدان پند شیخ بگرفتند و در ادامه سریال خانمان بر نینداز و آموزنده و گرم کننده بنیان خانواده با استاندارد بین المللی بدیدند. داشتم نگاه میکردم میدم چروک هم الحمدلله دیگه حل و فصل شده ایشالله. حالا تا آخر البته تا آخر، چون لباس پارچهیه تا آخر برنامه همینجوری نمیمونه، چون زره که نمیپوشم که من ممکنه چروک خدمتتون عرض بکنم. در این فرصتی که ما نبودیم رفته بودیم تعطیلات بین دو فصل، یک اتفاق خیلی جالبی افتاد. اون دو فصلی رو یا دو سالی رو که ما یک تازه برنامه‌های طنز بودیم، در واقع یه رقیب سرسخت چون دستبیلی وسط بیابان به فرق سر ما فرود اومد و ما رو از گردونه خارج کرد. خدمتتون عرض بکنم که حالا جالب اینجاست که این برنامه اصلا هم قصدش این که برنامه طنز بسازه نبود، یعنی ما اصلا کاملا برخلاف ما مثلا خودمون را تیکه تیکه میکنیم
که برنامه طنز درست کنیم، بچه ها میان که برنامه‌ای که در رابطه با معلومات باشه بسازید، این مسخره بازیاش. بعد اون که برنامه بود در رابطه با معلومات عمومی، کلا برنامه طنز شد. نشون میده که اهداف ماها چقدر در مسیر درسته. در اول دسته چه بود خدمتتون عرض بکنم که این خدمتتون عرض بکنم دارم راجع به مسابقه ثانیه ها صحبت میکنم. حالا شاید حتما دیدین این مسابقه رو، چون هر ثانیهش به اندازه یک در واقع یک کل مجموعه های طنزی که مهران مدیری ساخته بود دیگه، رضا عطاران ساخته بود دیگه، ماست. هر کی هر کاری کرده در واقع کل این مجموعه در کنار مثلا یک ثانیه این برنامه هیچی نیست، یه چند ثانیه ببخشید لحظاتی از این برنامه. همسایگان ایران که به دریای خزر هم راه دارند کیا هستند؟ عربستان و ترکیه. عربستان و ترکیه به دریای خزر راه دارند. تمایل به آزار رساندن به دیگران را چی میگن؟ خانم شماره 6. اذیت و آزار. یه دور دیگه ببخشید. اگر میدونستی چرا زنگ زدید؟ اینو من تو ذهنم. اگر میدونستی چرا میگید بخونم. تمایل آزار رساندن به دیگران نامش چیه؟ مردم آزاری. ارتباط زمینی انگلستان با قاره اروپا از چه طریق ممکن است؟ هواپیما چارپا عرابه. یه طریق، یه راهه. هواپیما، تونل مانش، بحرالمیت یا دریای مرده. به چه دلیل به این نام معروف شده؟ دریای سیاه به خاطر اسم. من اسمی از دریای سیاه آوردم. ببین آقای شما رشش، یه جایی هست بهش میگن بحرالمیت یا دریای مرده. چه دریایی میگن؟ به خاطر وجود مثلث برمودا. نه، شاید به خاطر وجود مستطیلی چیزی باشه، ولی مثلث نه. حالا جدا، به خاطری که خیلی هم فراگیر شده بود ویدیوهای این برنامه، همه جا بود دیگه، توی نمیدونم شبکه‌های اجتماعی دیگه، نمیدونم وایبر، واتساپ، تلگرام، نمیدونم اینور اونور، همه جا دیگه دست به دست میچرخید. یکی از انیمیشن سازهای سروش رضایی، یکی از انیمیشن سازهای خوب کشورمون، هم یه دونه انیمیشن در این رابطه ساخته. ببینید تا وحید رفته بیرون. بزرگترین همسایه شمالی ما آقای گودرزی، آخرین پادشاه قاجار، بودا معادل فارسی کلمه کماندو. کماندون شت. دوستان اصلا هر کس بتونه از 1 تا 5 درست بشماره به عنوان برنده معرفی میشه. یه بار دیگه سوالو میگین. از 1 تا 5 بودا. خسته نباشید، بفرمایید. خداحافظ دوستان، از شما برنده در نمیاد. این نمیخواستین جایزه بدین، از اول میگفتین نیایم دیگه. والا مسخره کردن ما رو. بی زحمت یه بار دیگه میشه سال آخر تکرار کنی؟ از آقای نیکو باید تشکر بکنم به خاطر همه زحماتی که میکشن. آقای رضایی هم دست شما درد نکنه، خیلی کار قش. خدمتتون عرض بکنم که خیلی از دوستان این برنامه رو، این مسابقه ثانیه ها رو با مسابقه هفته که 23 سال پیش با اجرای مرحوم منوچهر نوذری اجرا میشد مقایسه کرده بودن، که یک مقایسه کاملا غلطه. کلاس ویژه بزرگسالان اکابر، بله، از آقای 13. این کشور را در گذشته هند هلند مینامیدن. اندونزی، بله. این یک مقایسه کاملا غلط. شما چجوری جرأت میکنی آقای همچی کاری بکنی؟ اصلا چجوری همچی مقایسه ای رو انجام میدی؟ این چه کاری؟ اصلا اون زمان 20-30 سال پیش نه تکنولوژی بود، نه اینترنت بود، نه شبکه‌های اجتماعی بود، هیچی نبود، موبایل هم نبود. اون موقع همه سر کار خودشون بودن. چه میدونم، دکتر تو مطب بود، مهندس سر ساختمون بود، نمیدونم لاتا بود، چاقوکشا سر کوچه وایساده بودن، تصمیم میچرخوندن دیگه، نمیدونم اسید پاشا دوباره
پشت ماشینا و درختا قایم شده بودن تا فرصتی به دست بیارن. همه سر جای خودشون بودن. اینا الان همشون تو شبکه‌های اجتماعی هم وقت ندارن که به کارهای خودشون برسن. همه تو شبکه‌های اجتماعی دارن در واقع اسید پاشا دارن اسید پاشیاشون انجام میدن، چاقوکشا و متلک پرونا کاراشون انجام میدن. کار این فرق کرده. فقط اون موقع اگر کسی قرار بود خودی نشون بده، باید میرفت مطالعه میکرد، تحقیق میکرد، درس میخوند، بررسی میکرد. دیگه به این وقت میگن یا بعد مطالعه میکردن یا برنامه‌های آموزشی تلویزیون رو نگاه میکردن اون موقع، یعنی چیز دیگه ای نبود. اما الان همه چی عوض شده. این خدمتتون عرض بکنم که الان مهمترین رکن قضیه اینه که شما به تعداد کافی فالوور داشته باشی. فالوور اگر داشته باشی تو اینستاگرام یا فیسبوک میتونی بیای راجع به همه مسائل صحبت بکنی. حالا مهم نیست پزشکی میتونه باشه، مهندسی میتونه باشه، تکنولوژی، اقتصاد، اجتماعی، دیگه راجع به فشن، مد، لباس، دکمه تنگ کت، جوراب و خیلی میشه بیان صحبت بکنم و نظر بدم و کاملا هم درست میگن. کاملا هم درست میگن، حق دارن. و خدمتتون عرض بکنم خیلی ها گفته بودن که اینترنت و تکنولوژی باید در واقع برای بالا بردن سطح معلومات و اطلاعات استفاده بشه، که کاملا دوباره غلط دارن میگن. اگر قرار باشه از تکنولوژی ما برای مطالعه استفاده بکنیم، خب پس کی سلفی بگیره؟ کی بره با مرده ها مثلا سلفی بگیره؟ کی بره نمیدونم با چیزای دیگه این سل... خیلی کارا هست که ما با تکنولوژی میتونیم انجام بدیم مهمتر از مطالعه. یا اصلا اگه قرار باشه که خدمتتون عرض کنم به خاطر بودن اینترنت ما بریم مثلا هلک هلک مثلا بریم مطالعه بکنیم، خب پس کی بره مثلا زیر صفحه اوباما مثلا 200,000 نفر فحش بده؟ کی بره مثلا اون بازیکن کرواسی تیم استقلال رو تهدید بکنه که اگه بیای اینجا سر تو با بچه‌ت و زن تو سر جو هر ستاتون میبره میذین رو سینه‌تون پاتو اینجا نذ؟ کی مثلا بره؟ کی بره مثلا زیر صفحه دوست دختر رونالدو هر چی دلش میخواد بهش بگه، قربون صدقش برن فوشش بدن رونالدو رو فوش؟ کی بره به ناسا مثلا بگه چرا دنیا تموم نشد مثلا به جای اینکه خوشحال باشن؟ کی مثلا بره احسان علی خانی رو به خاطر یک ماه برنامه‌سازی قشنگ حالشو جا بیاره گریه یارو رو تلویزیون در بیاره؟ کی بره سراغ بهرام رادان؟ دیگه خدمت مرد میگم خیلی ها هستن، ما خیلی کم هم نیستن. مسئولیت بزرگی روی شونه های ما بخوایم وقتمون رو بیهوده با مطالعه طرف بکنیم، این یک بلاهته که نباید بکنیم. برنامه‌سازی ها رو باید با یک دید عمیق‌تری بهش نگاه کرد. اولا از خدای متعال خواهش میکنم که نذارین برنامه رو ساعت 10 شب جمعه کسی پخش کنه، چون من بیچاره میشم. یعنی این برنامه اگه ساعتش تغییر کنه بیاد همین ساعت پخش برنامه ما، دیگه من برنامه رو باید جمع بکنم برم لبو فروشی. خدمتتون عرض بکنم که باید با دید عمیق‌تری به این برنامه نگاه کرد. این برنامه سه چیز خیلی مهم رو به ما نشون داد. یک، مطالعه اصلا یک چیز بیهوده است. مطالعه اصلا برای چی لازمه؟ نه. دومین نکته اینکه ما چقدر از اون 20 سال پیش مسابقه هفته تا الان زرنگتر و تیزتر شدیم. داریوش کاردان هنوز سوال از دهنش در نیومد. سوال میتونید مطرح بفرمایید؟ کی داشتیم میگفتیم؟ شما. و خدمتتون عرض بکنم که این نشون میده که این برای اینکه ما زرنگ شدیم، نمیذاریم اگه احیانا کسی هم میدونه جواب بده، ما خودمون زنگو میزنیم که مثلا نذاریم کسی زنگ بزنه. احیانا حالا 50-50 است دیگه، یا مثلا چی شد مثلا تاثیر میذاره یا تاثیر نمیذاره. یکی دیگه از نکاتی که مثلا خیلی نشون میداد تاثیر این مسابقه رو در بین شرکت کننده ها این بود که چقدر کارشناس‌های زیاد شده که برخلاف کارشناسان قدیمی بخیل و خسیس نیستن. این داشته‌های خودشون، معلومات خودشون نمی‌خوان اینجوری قایم کنن به کسی، همینجوری می‌خوان در طبقه اخلاص بذارن و تقدیم حضور اینون بکنن همینجوری، و نمی‌خوان در واقع کسی از این داشته‌ها بی بهره بمونه. اولین سوال رو که می‌پرسیدن دو تا خیار، نه کدو، دریای خزر، شما. و این خودش نشون میداد که چقدر کارشناس های در واقع معتبری الان هستن. و این نکات به نکات مثبت بیشتری هم میتونید دقت بکنید، چشاتون رو درستابی باز بکنید. فقط مهمترین اصل قضیه اینه که مطالعه رو ببوسین بذارین کنار. کلا ما وقت مطالعه آنچنانی هم که ننیم، 2 دقیقه در سال، 2 دقیقه تقسیم بر 365 ببینید در روز مثلا کل وقتی رو که میتونید صرف مطالعه بکنید در این حد نگاه کنید. این مطالعه امروز من بود، فکر میکنم نصف فردا رو هم حتی مطالعه کردم، چون همینقدر
همینقدر دقیق نگاه کنید، عمیق نگاه کنید و اینقدر سطحی نگر نباشید. قربان. خدمت شما عرض کنم که این بچه‌های بخش برنامه‌ریزی شبکه این کله بنده رو در واقع نصفش رو به موهاش رو کندن با موتین و کچل گردن من رو که یک موضوعی رو خدمت شما دوستان علاقمندان اعلام بکنم. این که بعضیا اعتراض میکنن چرا سریال‌ها نصف و نیمه میمونه و تموم نمیشه، اونایی که خب به هر حال کارگردان تصمیم گرفته واقعا دست من نیست. اونایی رو هم که خدمتتون عرض بکنم فصل دوم یا سومشو ما مثلا خریدیم، فصل بعدیشو یک شبکه دیگه خریده، فقط با کشتن مسئولین اون شبکه و در واقع نوشتن یک وصیت‌نامه جعلی برای ارث رسیدن اون ادامه سریال به ما میسره که من در توانم نیست. خدمتتون عرض بکنم که یه سری از سریال‌ها هم مثلا فصل اول دوم سوم مجوز پخشش در دسترس هست و آماده هست، ما میتونیم بگیریم و پخش بکنیم. فصل‌های بعدیش هنوز مجوزش آماده نشده، برای همینم خب ما مجبوریم یه چند ماهی رو صبر بکنیم. مطمئن باشین شما دوستان عزیز که ما بچه‌ها مثلا اینجا دوره هم شبو جمع نمی‌شیم سریال‌ها رو خودمون مثلا نگاه بکنیم، چقدر قشنگه به شما نخواهیم نشون بدیم. اینا رو اصلا کلا ما برای شما تهیه و تولید می‌کنیم و آماده می‌کنیم، برای مطمئن باشین پخشش می‌کنیم و تقدیم حضور شما دوستان علاقمندان می‌کنیم. یه سری از نکات دیگه‌ای هم باید خدمتتون عرض بکنم. دوستان باز اعتراض کرده بودن، گفته بودن چرا بدون اطلاع رسانی درست ساعت سریال‌ها رو عوض می‌کنید. خدمتتون عرض بکنم ما معمولاً دو نوع نظر از مخاطبینمون دریافت می‌کنیم. یک اینکه چرا اینقدر تبلیغ برنامه‌های خودتون رو لابلای برنامه‌ها انجام میدین؟ بیچارمون کردین، کچلمون کردین، خستمون کردین، دیوانمون کردین، ما اصلا حوصله نداریم. به محض اینکه این تبلیغ‌ها شروع میشه کانال رو عوض میکنیم راحت. بعد خدمت رو عرض بکنم از اون طرف هم دوستان میان میگن که برای چی ساعت یک سریال رو بدون اطلاع رسانی عوض میکنید؟ شما شعور ندارید، برنامه سازی بلد نیستی، برنامه نه تلویزیون بخوره تو سرت، تلویزیون بخوره تو سر میثاق خدمتتون عرض. و در واقع صحبت‌های از این دست من بعد خدمت شما دوستان علاقمندان عرض می‌کنم. اون تبلیغه که خستتون کرده بود، کچلتون کرده بود، کانالو عوض می‌کردی، اون همون تبلیغه برای ساعت برنامه است. تو اون تبلیغه داره میگه ساعت این سریال عوض شده، شما چون کانال عوض که ندیدین، بعد سریال ساعتش عوض شده دوباره اومدین. یعنی کلا اینا همش با یک توجه دقیق حل میشه. یعنی نه تلویزیون تو فرق سر من لازمه بخوره، نه دیگه اون خواهش میکنم. مهمون برنامه این هفته ما بی اغراق میتونم بگم یکی از حالا استعدادش به کمون استعدادش به خودش ربط داره. اون چیزایی که به ما ربط داره در واقع یه چیزایی که به خودش اصلا ربطی نداره و کاملا اتفاقی پیش اومده. یکی از پرطرفدارترین، محبوب ترین و در این ناباوری محبوبیتش هم بین دخترها زیاده هم بین پسرها، یعنی کلا هم داف هم زاخارکشه کلا. سامی بیگی. من این نکته‌ای که گفتم این واقعیته. فکر نکنید حالا مثلا من دارم تعریف میکنم از مهمون چون رفیقمونه یا چون دوستش دارم یا حالا برنامه خاصیه. واقعا همینه که دارم عرض میکنم خدمتون. ما یه بخشی داریم توی برنامه مین کامنت یا کامنت های خاردار و یه خورده آزاردهنده و دردآور و فشاردهنده و مدل های مختلفه. ما خیلی گشتیم دنبال این کامنت ها که در اون بخش برای سامی جان بخونیم یه خورده حالش رو جا بیاریم، ولی پسر و دختر از اون بالا قربون صدقه از نوک کله آقا تا نوک شست پاشون رو میره. الهی که قربون اون نمیده، الهی که قربون اون چش. یعنی این وضعیت واقعا این درسته؟ بیاین به من فحش بدین به این قربون صدقه برین. نه واقعا اصلا من حالا نه اینکه من بخوام به شما حسودی بکنم، ولی خب من خودم هم خیلی دوست دارم. خب معلوم میشه که اون تیمی که پشت دارن کامنت های مینو دلیت میکنن کارشون دارن. ازشون تشکرم باید کرد. واقعا جای قدردانی هست از دوستان و عزیزانی که در واقع فوش ها رو به جان میخرن و نمیذارن به دید دیگران برسه و کسی ببیند. چون خب چه خبر سامی جون؟ ریش چی میگه؟
والا سلام برسونو بهش. سلام برسون. خیلی وقت بود که سراغتون میگیره. ولی نه خب ریشم چهره جدید دیگه، گفتم خب چهره جدید خدمت شما برسم. البته تو همیشه مثل دیوید بکام ما بودی در واقع. همیشه نوآور بودی. خیلی ممنون. ولی خب گفتم یه چهره جدید باشه، شما رو خیلی وقت ندیدم. یه سلام علیکی داشته باشون با چهره جدید که با چهره جدید بره. خیلی هم خوبه. حال البته واقعا ریش نگه داشتن کار سختی ها. سخته ولی خب من بیشتر ریشم از تنبلیه، یعنی به خاطر اینکه وقت نکردم بذارم. این ریش قیافه، این ریش به ریش تنبل، ریش تنبل مال همون زک گالمپیاکیس مال هنگوور، اون ریش تنبلیه. من به خاطر اینکه می‌خواستم بیام شما رو ببینم امروز، خب به خودم یکم رسیدم که این درست شده باشه. میدونستم که شما یکم حساسی رو اینجوری. بله بله، من خیلی آدم شکننده و حساسی هستم. بله خب چه خبر کار و بار؟ چه خبر سلامتی؟ کار طبق معمول، کار زیاد، در حال کار آلبوم هستیم، یعنی آلبوم که نه، آهنگایی که دونه دونه باید بیاد بیرون. و طبق معمول دور دنیا زندگی خستت نمیکنه اینقدر مسافرت؟ اینقدر خواستم همین بگم، اتفاقا زندگی خسته کننده ولی خیلی فان هستش، باحاله، خوش میگذره. ولی واقعا این مسافرت ها مثلا از آمریکا به اروپا، از اروپا مثلا به دبی، بعد مثلا خوابت واقعا خواب و خوراک البته به ریختت نمیاد. والا فکر کنم تنها چیزی که توی کار ما سخت باشه و اینکه یکم آدمو یکم اذیت بکنه همین مسافرت هاست و اینکه یکم برنامه‌ریزی اشتباه میشه، بعد به برنامه برسی، بعد بهترین فرم باشی برای به برنامه رسیدن. خوب خواب دیدی خیر باشه، من خدمت دارم بکنم همچین چیزی اتفاق نمیاد. آرزو بر جوانان عیب نیست. آره دقیقا، مطمئن باشم که اتفاقی نخواهد افتاد. ما همچنان تا ابد و دهر این مشکل رو خواهیم داشت که کنسرت ها اگر قرار ساعت 9 شروع بشه هیچ وقت ساعت 11 زودتر شروع نمیشه. تمام خواننده ها بدون استثنا کتک و کتکاری دارن که کی زودتر بره بالا و کی دیرتر بره، کی آخر بره، کی وسط بره. یعنی این برای همینم، چون اگه بخواد تکی باشه ممکنه درگیری پیش بیاد با خودش که من چرا باید الان برم. برای همین سه تا چهار تا میذاریم پشت سر هم که بتونن یکی رو اول بفرستن، یکی رو دوم، یکی رو سوم، یکی رو چهارم. یعنی تو از این مشکل نداشتی؟ چرا عکسم کوچیکه؟ چرا والا من زیاد مشکل همچین مشکل ندارم، ولی خب اینم یه داستان کاره به کسوت و به پیش کسوتی و بالاخره سابقه هر کسی رپ داره. این یه چیز شخصیه که خیلی حساسن روی این داستان، ولی به نظر من اسیر شدی راجع به این قضیه؟ درگیر شدی؟ درگیر شده، ولی من سعی می‌کنم خودم درگیر نکنم، چون در آخر روز فکر کنم هر کی طرفدارای خودشو داره. مردم اگه کسی رو بخوام ببینن سعی می‌کنم فکر کنم انقدر بر هنرمندشون براشون ارزش داره که وقتشون رو ست بکنن که اون کسی که می‌خوام 100% 100% همینطوره. البته یه نکته راجع به سامی بگم که الان با اینکه جزء خواننده‌های نسل جدید هست از محبوبیت خیلی زیادی برخورداره و فکر می‌کنم که به اونجایی رسیده که جایگاه خاصی رو برای خودش بسازه. تعریف نمی‌کنم ازش به خدا اصلا، یعنی چی رفا، ما دشمن خونی هستیم. من دارم این واقعیت رو میگم. همین الان تازه آشتی کردیم با هم دیگه. ولی واقعا خودت فکر می‌کردید یه دفعه پله‌های ترقی و موفقیت رو در این زمینه، حالا تو مارکت خودمون، توی بازار موسیقی خودمون، نه دنیا، حالا که بگم مثلا حالا بخوای مقایسه خودتو با خواننده‌های دیگه بکنی، در همین بازار و مارکت خودمون فکر می‌کردی انقدر پیشرفت بکنی یا نه؟ فکر می‌کردی که فکر کنم آدم تا یه هدفی نداشته باشه و یه اعتماد به نفسی نداشته باشه هیچ کاری موفق نمی‌شه. ممکنه فکر نمی‌کردم انقدر زود و انقدر آسون بتونم با مردم رابطه برقرار کنم، ولی خب از یه طرفم به خاطر اینکه بیشتر کارامو از قدیم خودم می‌نوشتم و خودم می‌ساختم، یه سری یه اعتقاد خاصی هم آدم به کار خودش داره. بعد احساس میکردم که اگه توی محیط خوبی بتونم کارم ارائه بدم میتونم که یه جوری با مردم رابطه برقرار کنم و اینم شد. بکنم یه شانسی هم من داشتم توی این چند وقت که واقعا دوستان نمیدونم مارکت شاید یه کم احتیاج داشته همچین چیزی، ولی وقتی من اومدم واقعا منو خیلی خوب بدون هیچ قضاوتی میتونم بگم که منو در آغوش خودشون گرفتن. در اصل منم درستم خیلی راحت بدون پرشر کارم انجام بدم و شعرامو بنویسم و آهنگامو درست کنم و به همون راحتی هم بکنم ارتباط برقرار کرده. خیلی خوبه، خیلی خوبه و من واقعا به تبریک میگم. یه نکته رو بگم، سامی کلن آدم خیلی هایپریه، کلن یعنی پاهم داره میلرزه واسه کنم، کلن من بلش کنم الان بیبره حرکت میکنه اینجا تا وسط استودیو رو، خودش بدون اینکه راه بره میپره بالا پایین و من چند ماه دیگه قراره از زمین بلند شم. آره دقیقاً همینطوره، هایپره. ولی
با همه این هایپریش ما نتونستیم وقتی که رفته بودیم خارج در اون سفر خارجمون ایشون رو ملاقات بکنیم، یعنی نتونستیم ایشون رو از اون منطقه که زندگی میکنن بیرون بکشیم. ایشون همونجا مونده بودن و هی میگفتن خیلی دوره، خیلی، یعنی کاملا خسته بودن، خسته و درگیر نمیومد بیرون. هی سامی جان میای قربونت برم مثلا فلان برنامه جا. دوره آخه، چرا واقعا دور بود؟ خیلی واقعا دور بود. من آوردمت همون... اینجا که تکلیف این قضیه رو روشن کنم. دقیقاً همون جایی که شما بودی، همون کشوری که شما بودین، بخاطر نشم نیارید. مشکلش همینه، یکم خب به همه چی به هم دیگه دور هستش و یکی از دلایل این که ما اونجا کار می‌کنیم بخاطر اینکه خب آمریکا است. داریم راجع به آمریکا، فکر نکنید به تونس داریم حرف می‌زنیم، راجع به آمریکا. که من البته تو اورنج کانتی زندگی می‌کنم، ولی خب همون لس آنجلس بخاطر اینکه خب مرکز همونجوری که شما اومده بودین برای کاری که انجام دادین. منم یه مدت به خاطر کارم اونجا زندگی میکردم، ولی خب بعد اینکه کارهای یکم آسان‌تر شد ترجیح دادم ترافیکیه. بله، ترجیح دادم یکم دورتر باشم که حداقل این چند ماهی که خونم بر آرامش دارم با آرامش واقعا زندگی. بله، واقعا البته اون منطقه هم که زندگی میکنی بسیار بله. جای آروم و خوبه. شما خالی بود نیومدین دفعه دیگه ایشا. آخه دعوت خیلی خوبه. دوستان عزیز، وگاس اجازه نمیداد. همراه ما باشیم، ما همچنان در خدمت سامی عزیز خواهیم. ما همچنان در خدمت هنرمند خوبمون سامی بیگی عزیز هستیم. سامی عزیز، و حالا من گیر دادم به این قضیه موفقیت تو، دارم میگم چشت نمیزنم، بزنیم به تخته فردا بلوملای سرت نهید بگیم ما کردیم. بعد بین هنرمنده، خب ببین هنرمنده داخل کشورم الان در حال حاضر از نظر من فکر میکنم هنرمنده داخل کشور جوانها خیلی موفق تر از هنرمنده خارج از کشور هستن. یا تعداد تک و توکی از خواننده خارج از کشور مثل حضرت عالی و یکی دو نفر دیگه که و موفقن و در واقع کارشون خوبه و گرفته. با هیچ کدوم از هنرمندای داخل کشور همکاری کردی؟ کاری انجام دادی؟ دوست داری انجام بدی؟ اولا قسمت اول صحبت شما این بود که تعدادشون بیشتره. من فکر کنم خب تعداد همسن و سالای من که تو خارج از کشور کار میکنن خیلی کمه. کمتره، درسته. و خب تو ایران خب بیشتر هستن کسایی که میرن دنبال موسیقی و خودم یکم سختیش هم فکر کنم به خاطر سختیشه که کمتر جوانای همسن سال من یا مثلا 10 سال پیش که من شروع کردم میرن سراغ این کار. سوال دومتون که از خواننده های ایران، من خب کسی که کارش موزیک هست مصرف کننده موزیک و تولید کننده، من همه آهنگا رو گوش میدم، همه خواننده ها رو دنبال میکنم، ولی خب بالاخره موزیک گوش میدم. و خیلی از دوستانی که خب من باهاشون تو دبی آشنا شدم کار میکردم بچهای ایران بودن، از بالاخره عرفان دوست خودم که اینجا باش کار شروع کردم. چه کار قشنگه من، اون دنیا مال ماست با هم. دقیقاً کار یکی از کارهای اولم بود. آره امشب میخوام دنیا رو بگیرم، امشب من نمیخوام فردا رو ببینم، برای همیشه این بالا بشینم. گروه زد بازی، سیجل عزیز، لیتو، اینا همه دوستایی بودن که ما اینجا شروع کردیم و اینا یکم بیشتر با ایران کانکتد بودن موقعی که من وارد شدم و این راهی بود برای من که بتونم با بچهای داخل ایران که می اومدن دبی کار موسیقی میکردن آندرگراوند آشنا بشم. و الانم خب با خیلی‌ها تماس دارم، کما بیش از ایران، هم ترانه سرا، هم کسایی که کار تنظیم و آهنگسازی میکنن. و با هم دیگه خب نه که بخوام کار مستقیم بکنیم، ولی ایده ها رو با هم دیگه خیلی رد و بدل میکنیم. ولی در آخر کارش من کارامو خودم مینویسم، ایده رفتار رد و بدل میکنیم، ولی خب کارو من خودم شخصا انجام. البته من چون زیاد موافق این سبک از مصاحبه کردن نیستم که مثلا بشینه طرف خب از خودت بگو سامی، بگی کی از کجا اومده، مثلا چند سالشه، چه جوری شروع کرده، چه رنگی دوست داری. خیلی هم رفتیم از اینا. آره. زیاد تعریف کردیم، من کنم بس دیگه نمیخواد تعریف کنم. خب فقط من یه چیزی برای یادآوری توی ذهن خودم، چی خونده بودی؟ رشته تحصیلیت چی بود؟ رشته میوزیک پروداکشن. موزیک پروداکشن کنی، برای همین کار آهنگسازی اینا رو همه رو خودت انجام. ولی خب الان اصلا کارم پروداکشن نیست، یعنی مثلا کامپیوتر و اینا اصلا دست نمیزنم، فقط نوشتم با همون کاغذ و قلمی که از بچگی شروع کردم با خودکار و مداد می‌نویسم و روشون کار میکنم. هر کدوم از آهنگامم فکر کنم
تقریبا دو سالیم طول میکشه از موقعی که مینویسمشون تا موقعی که تموم میشه. یعنی هر کدوم از این آهنگا، حالا خوبه هر آهنگی هم که در واقع کار کرده و بیرون داده به بازار عرضه کرده، همشون بدون استثنا موفق بودن. یعنی حالا ممکنه بعضیاشو من دوست نداشتم برای مثال سلیقه‌ای، ولی همشون جزو آهنگای پرطرفدار و محبوبی هم هستن. حالا هر کدوم هم میگی دو سالم کار کردی روشون، زحمت کشیدی، خوب همچنین تست مردم رو خوب میشناسی. سعی میکنم که از بتونم واقعا خودم و تمام کاری که کردم پشت کارم قرار بدم، یعنی واقعا بتونم پشتشون وایسم. یعنی ریلیز نمیکنم تا موقعی که خودم هم از شعر هم از تنظیم هم از ملودی راضی باشم، بخاطر اینکه واقعا چون کلمه‌شو خودم مینویسم، این خود من هستم و اگه بخوام این چیز ارائه بکنم دوست دارم که واقعا چیز خوبی باشه. خب خیلی خوبه، خیلی خوبه. بریم سراغ اون بخش آره دقیقاً رسیدیم به اون بخشی که در واقع خیلی بخش خیلی دوست داشتنیه، یعنی من به شخصه که خیلی دوستش دارم. بله. بذار برای اینکه ناراحتی یا مشکلی هم پیش نیاد یه کاری میکنیم. کامنت های مین رو میخونیم به قول معروف، یا همون کامنت های آزاردهنده رو. از مال من شروع میکنیم، من مال خودم رو میخونم، تو مال منو جواب بده، بعد من مال تو رو میخونم، تو مال خودتو دوباره جواب بده. یعنی کلا بیا از جفتمون تو دفاع کن. بفهم. خوبه؟ بله. خیلی خوب. حاضری؟ همه حاضرن؟ اون که خراب دفاع از مظلومی واقعا رفیق باز و خراب دفاع کردن از ساحل. نه من جایی نمیخوام ببرم. ساحل اسم یکی دوستیه که واسه من کامنت گذاشت، اینا جون شکم آوردی. یکم ورزش کن. به بنده گفتم. نظر شما چیه راجع به این کامنت؟ آوردین حالا نیوردین؟ من ندیدم. به نظرت من نمیتونم تصدیق کنم. نه اوکی. هنوز اوکی. هنوز اوکی. خیلی خوب. من گفت چی؟ تو که اصلا یعنی به نظر من همون میری این در چاهو بر ندارم. خطرناکه بود. اینجوری باش که بمون حداقل یه چیزی نگرد. سارا نیکفر گفته که خیلی اجراتون خوبه و بدایگوییتون هم عالیه، اما یکم زیادی تعارف میکنین قربون سرق مهمونای برنامه میرین. با شما بودن؟ بنده بودن. یکم با من بودن؟ نه 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 با بنده بودن. ما که ندیدیم. حالا اینایی که ما داریم میخونیم اینا تقریبا میشه که اونم این تیم سانسور کردن فوشای خار مادر ما هم تقریبا اونا رو برداشتن، یه چیزایی رو انتخاب کردن که زیاد مثلا خون دماغ نشیم. آره. عباس گفته یه مرغ مینا خریدم جدیدا، متوجه شدم نره. اگه بهش بگم سینا ناراحت نمیشی؟ من باید جواب بدم؟ نه 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 اشکال نداره عزیزم، هر چی دلت میخواد صداش کن. من ناراحت میشم اتفاقا. شما نمیدونم من بهم بر میخوره. واقعا من نه من مشکلی از مرغ مینا خوبه. حالا کلاغ داشت من الان اونجا بود یه خورده. من یه عکسی با ریش گذاشته بودم، گفتم منم یه مدت ریش گذاشته بودم. گفته داش سینا این ریشت رو باید با چمن دستگاه چمنزنی بزنی، کار از تیغ گذشته. اینو میر حسین جان فرمودن. شما با تیغ میزنی یا با ماشین؟ ما منتظریم ماشین چمنزنی شما آزاد بشه که من برم خدمت شما شما بزنیم. آها الان نوبت حضرت عالیه. جوابشون شما میدین یا خودم؟ نه خودتون زحمت میکشین میدین که بعدا نگن من از تو دفاع کردم. فاطمه گفته تو چرا همیشه لختی؟ گرمه. گرمه تو. خب خوبه. توضیح خاصی نمیخوای صحبت سخنرانی نمیخوای بکنی راجع بهش؟ من میخوام نشون بدم که شکم در نیاوردم. من همه نشون بدم که راجع به شکمت کامنت نذارم. کلی گفته فکر کنم از خواب که بلند میشی اول گوشی تو برمیداری. طبیعتاً همه اگه زنگ بزنه بعد منم اول گوشیمو برمیدارم، چون زنگ موبایل در واقع اون منو بیدار میکنه، نه زنگ موبایل، زنگ آلارم در واقع، زنگ ساعت. نمیدونم کدوم عکستو داره میگه، ولی محدثه جان پرسید دست در نیومد این شکلی از خودت عکس گرفتی؟ نمیدونم چه شکلی از خودت عکس میگیری ممکنه. مال موقع بوده که از این سلفی استیکا نبوده احتمالاً دستمو گرفتم در خودم. از این مریضیه که در واقع ناخودآگاهی دسته، یعنی مثلا همینجوری که نشسته داره یه طرف نگاه می‌کنه رفت دست میره بالا، قیافه مبهوت‌تر میشه و طبیعی‌تر از یه زاویه دیگه. یعنی
و عکس میگیره و بعد میذارن مثلا یه شعرم مینویسن. شما از این عکس نگرفتی حالا؟ من والا یه چند وقتی از این عکس گرفتم بعد ترک کردم دیگه چوبشو خریدم. چوبشو خرید قال قضیه رو کن. اجازه بدید من یه لحظه چک بکنم اینجا. این آوا جان گفته که کچی لبتو اون شکلی کردی؟ همون من داشتم میگم که کار خاصی کردی با لبه. الان کردم. شاید نمیدونم بوس فرستادی واسه کسی اینجوری کردی نمیدونم. ولی یادم نیست. منم یادم نیست. آ ببخش اینجا مثل قضیه لب خیلی جدی‌تره. لوزا که نمیدونم این خودت اسمت مشکل داره تو قیافه این ایراد گرفتی. بعد گفته لباتو پروتز کردی داداش؟ بعد. چی بگم؟ خیلی خوب. فرزانه جانم گفته چند مدت میخوام بهت بگم اگه ترانه میخونی مردم صداتو میخوان بشنون نه موسیقی رو. یعنی چی منظور چیه؟ یعنی بدون آهنگ بخونم. یاره بدون آهنگ و سنتی بخون بیشتر که کلا مثلا چه چهه بزنی. منظور اینه. این یکی فوش ردش میکنم. دوباره قضیه لخ شدنته. امین جان گفته آخه تو مگه مدل این عکس رو میندازی؟ تو خواننده‌ای با هنر دلبری کن لخ نشو. مثل که زیاد لخ میشی کلا. بله خب آخه وقتی لباسو در میاری لخ میشی. نه مسئله اینه که خب من لختم که توی ضبط معلوم نیست کسایی که نمیخوان لخ بدن نوا رو بذارن گوش بدن. لازم نیست ویدیو رو نگاه کنن. صدا از ضبط میاد. یعنی تو راه نداری لخ نشی دیگه. ولی من نمیشه یه وسادتی ما بگونیم که کمتر لخ شد. من یه چیزی براتون توضیح بدم که این خیلی جالبه. من قبلا فهم کردم تقصیر منه که لخ میشی. ولی الان فهمیدم تقصیر من نیست. من این ویدیو آخریم که ادویلو که تو سوئد گرفتم دایرکترش که سوئدی بود من اصلا نمیشناخت به اون صورت که بدونه مثلا من لخ دارم لخ میشم اصلا نمیدونه. داشتم لباسمو که عوض میکردم و بغل درسینگ روم من رد شد یه دونه اینجوری چشیده کرد گفتش که سنا عوض میکنیم بعد لخ باشه بیاد که بخاطر همینم خودمونم یکم کریتیو بودیم که گفتیم یکم سایه های شهر بذارن رو تنم که زیادم چیزی نشه. ولی خب اگه ببینم که زیاد دارن اعتراض میکنن بیشتر لباس میپوشم. ولی تا حالا فکر کنم اوکی بود. زیاد نبوده. زیاد ناراضی نبودن. البته راجب خالکوبیات هم سوال کرده بودن. مثلا مهرانه گفته که همش که خالکوبیه پس سامی کو؟ زیر خالکوبیه است. زیر خالکوبیه است. بعد پانیز جان گفته یه جوری ویدیو بساز بشه با خانواده تماشا کنیم. اینا فکر میکنن شما برنامه خانواده دارید درست میکنید. آره. نه ولی خیلی جالبه چون کانال‌های ایرانی تو ماهواره بغل کانال‌های عربی و ترکی همین یه دونه کانال فقط مشکل خانواده ایرانیه. یعنی وقتی می‌زنن کانال عربی هرچی ببینن مسئله نیست. نه 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 نه. کانال پایینش هم کانال ترکی مسئله نیست فقط ایرانیه این وسط. تو نباید لخ شی. من نباید لخ. دقیقاً ولی بقیه اگه لخ بشن خوبه. لذت هم داره. من واقعا نمی‌دونم چی بگم. فقط میتونم بگم که سعی خودمون رو می‌کنیم ولی خب بعضی موقع نمیشه چون خیلی‌ها هستن که واقعا خیلی هستن که واقعا عمر رو تقاضا میکنن. یعنی خیلی دو خیلی نه که لوکسو ولی دوست دارن ویدیوها یکم از حالت یک نواختش بیرون بیاد. آره دیگه ویدیوهای قدیم بود که وای میستادن همینجوری ها 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 مثلا اینجوری میخونه. خب ولی یه خود الان دیگه جدیدن آخه موسیقی فقط موسیقی نیست سرگرمی هم هست. مثلا شو میمونه مثلا تات میمونه مثلا اجرا میمونه. باید حتما نکات دیگه ایران توش لحاظ کرد نه فقط لوک شدن. البته سعی خودمو میکنم که توی حتی کاری که میکنم حداقل یک هماهنگی با آهنگم داشته باشه که حداقل اگه واقعا یه چیزی تو تصویر می‌بینن با آهنگ حداقل همخونی داشته باشه که نیم در برای یه چیزی هماهنگ باشه. هماهنگ باشه. هماهنگ ها. این پیمان جان راجع به ریشت صحبت کرده. نمیدونم یکی گفته ریشتو بزن این گفته راست میگه ریشتو بزن. گوشواره هم زشته. بردار. ما اصلا از اول بعد بکوبیم بسازیم برای. آره دقیقاً. ما در انتهای برنامه یه بازی معمولا با مهمون میکنیم که قشنگ با یه خاطره خوش بره خونه. یعنی با یه خاطره خیلی قشنگ و خوبی میفرسته خونه. همراه ما باشین بذاریم ما با سامی جان یه بازی بکنیم. خدمت رو عرض بکنم که البته من الان یه چیزی رو متوجه شدم پرسپولیسی هستی. بله. برای این بعداش سیاه رو گذاشت. اگه گفتی تیم سیاه ما کیه؟ ابو مسلم. باریک الله. فوتبالی هستی. خب خیلی خوبه. ما با دو تا در واقع دو توپه بازی میکنیم. یه حرکت محیر و لغول انجام میدیم دو توپه بازی میکنیم. هر کی خودش گل میزنه. تو که الان گفتی خیلی فوتبال ایران خیلی خوب دنبال میکنی ولی.
چهارتایی. چهارتایی. خب صفر کن مال شما. مال من صفر، مال تو صفر. صفر. چهارتایی بازی به دو و سه و اینا هم نداریم. حاضری؟ دست به مهره هم بازی. آره بازی. برو. دو هیچ. اینه اینجاست. این سر منو کلا گذاشت. اینجاست. کش بسته. به من کشم بسته. اینا شما کرواتت وسط زمین ها. یه شده این کرواتت داره دروازه بانی میکنه. قبولی، این ستا دو تایی بزن، با دو تایی بریم بونو ایکی هم بنداز آماده؟ آده، سه یک بزار محترم سه دو چهار دو خیلی خوب بود دمش کرد نشون میده بازیگر خوبی هم هست تو اولش یه جوری مثلا اینو داشت نگاه میکرد انگار مثلا سفینه فضاییه ولی بعد نشون داد که کلن بلش کن هم خواننده خوبی هم بازیگر خوبی هم خوبه بچه خوبیه دمت گرم خیلی لطف کردی اومدی کلی هم ما حال کردیم هم برای بچه حال کردن هم خودت حال کردیم مسلمن چون برای بردی الان با خوشحالی داری از اینجا میری حالا امیدوارم که تمام برنامه هایی که داری در آینده با موفقیت طی بشه باز دوباره ما تو مهمونمون باشی یه بار دیگه بیا اینجا کلی با هم دیگه حال کنیم و خوش بگذاریم بعدا حال تو جا بیارم قربونت برم مخلص من هستم خب به پایان برنامه اول فصل سوم رسیدیم امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه مهمون رو دوست داشته باشین برنامه رو دوست داشته باشین بند رو دوست داشته باشین خدمتتون عرض می‌کنم کلیه چیزهایی رو که ما در این برنامه در کنار همدیگه چیدیم و تقدیم حضور شما کردیم امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه اون کارهایی رو که هزاران بار خدمتتون عرض کردم رو همچنان انجام بدید لینک یوتیوب برنامه رو روی صفحه فیسبوک شیر بفرمایید جواب سوالی رو که مطرح می‌کنیم بدین لایک بزنید ایمال فیسبوک روی اینستاگرام محبت بکنید عکس رو لایک بزنید یکی از دوستان بزرگوارتون رو که خیلی بهش ارادت دارید رو محبت بکنید منشن یا تگ بکنید و جواب سوال رو هم بدید روی توییتر هم ریتوییت کنید فیوریت کنید و جواب بدید این سه کاریه که من از شما درخواست میکنم انجام بدید و هفته آینده هم قرعه کشی میکنیم دو تا آیفون ناز خوشگل دارم تقدیم حضورتون میکنم ولی فقط این دفعه است دوتای من یعنی کلن سر گنج ننشسته ام و خدمتتون عرض میکنم از ماه‌های بعد همون یک آیفون رو تقدیم حضورتون میکنم تا بالاخره یه بانک چیزی بزنیم در خدمتتون باشیم تمنا میکنم خدا نگهدار نوبت ما جنبه میشه باد هوا
کسی نمیتونه منو اینجا نگه داره. هفته دیگه فرار میکنم.